نمایشگاه محصولات افغانستان در عشق‌آباد با حضور نورالدین عزیزی و مسئولان اقتصادی ترکمنستان گشایش یافت. در مراسم گشایش این نمایشگاه شمار زیادی از سفیران کشورهای منطقه و جهان به شمول بیش از 300 بازرگان افغان و هیئت اقتصادی امارات اسلامی حضور داشتند. نورالدین عزیزی زمینه‌سازی این نمایشگاه را در توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی میان کابل و عشق‌آباد مهم عنوان می‌کند. سیاست خارجی امارات اسلامی افغانستان یک سیاست مستقل، متوازن و اقتصاد محور است که استوار بر همگرایی منطقوی و همگرایی های اقتصادی و تجارتی بوده. این برای افغانستان و بلخواست به صنعت افغانستان یک آغاز بسیار خوب است و همین باشنده های عشق‌آباد شما میبینین که میاین اینجا تولیدات ما را خوش کردن و اینا را میخرن و این برای افغانستان بسیار خوب میشه، چون ما یک کشوری هستیم که 8 میلیارد دلار واردات داریم و 2 میلیارد دلار صادرات داریم. به همین ترتیب مسئولان اقتصادی از محصولات داخلی افغانستان در این نمایشگاه دیدار کردند و به تعقیب آن نشست تواصل تجارتی افغان ترکمن راه اندازی شد. در این نشست سرپرست وزارت صنعت و تجارت، معاون شورای وزیران ترکمنستان و برخی از مسئولان بخش‌های مختلف هر دو کشور بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان این دو کشور تاکید کردند. در حال حاضر فرصت‌های واقعی و عملی سرمایه‌گذاری در عرصه‌های معدن، صنعت، زراعت، تجارت، انرژی و خدمات در افغانستان وجود دارد و باز هم از سرمایه گذاران کشور دوست و برادر ترکمنستان خواهان سرمایه گذاری در افغانستان در سکتورهای مورد نظرشان هستیم. حجم مبادلات تجاری ترکمنستان و افغانستان در سال 2023 میلادی 457 میلیون دلار بود و تنها در ماه جنوری امسال به 46 میلیون دلار رسیده است. اقلام مهم صادراتی ترکمنستان به افغانستان صنایع نفت، گاز و نساجی است. واردات افغانستان از این کشور افزایش چشمگیر داشته است. اتاق صنایع و معادن عملی سازی پروژه تاپی و افزایش واردات برق از این کشور را به سود اقتصاد هر دو کشور عنوان می کند. پروژه تاپی بسیار موضوع مهم است، هم برای افغانستان هم برای ترکمنستان، بس راهن افغانستان با ترکمنستان و همچنان موضوع مهمی که ترکمنستان ظرفیت صادرات برق را داره. مسئولان در امارات اسلامی و سرمایه گذاران افغان انتظار دارند تا پایان این نمایشگاه پیمانهایی را با جانب ترکمنستان به امضا برسانند تا صادرات افغانستان به این کشور افزایش یابد.